شهر رمضان الذي أكبر الله أكبر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أحمد ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته العتيبين الأنجبين الهداة المهديين، سيما مولانا وسيدنا الإمام المبين الكهف الحسين وغياث المضطر المستكين وخاتم الأئمة المعصومين. صاحب الهيبة العسكرية والغيبة الإلهية، مولانا وسيدنا إمامنا وهادينا بالحق الحجة ابن الحسن المهدي يا صاحب الزمان مولا جان، روی به هر سو کنم چشم دلم سوی تو، روی به هر سو کنم چشم دلم سوی تو، جنت اعلای من خاک سر کوی تو. مولا جان خلق قیامت کنند گر تو قیامی کنی، محشر کبرا همان قامت دلجوی تو، محشر کبرا همان قامت دلجوی تو. یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان
کف پای تو دل نه زمام وجود بسته به یک موی تو تا چه کند وصل تو با همه روز ظهور غایبی و عالمی پر ز هیاهوی تو یوسف زهرا بیا یوسف زهرا بیا لاله طه بیا باغ گل طلعت نیکوی توست یا صاحب الزمان یا برای سلامتی حضرت بقیت الله الاعظم امام زمان علیه السلام خوشنودی مادرشون حضرت فاطمه سلام الله علیها جد بزرگوارشون مولا امیر المؤمنین علیه السلام حضرت امام مجتبی و حضرت ابا عبدالله علیهم السلام اولاد و اصحاب حضرت سید الشهدا بالاخص به محضر مبارک حضرت امام سجاد و امام هشتم زینبین علیهم السلام و به محضر مبارک حضرت قمر بنی هاشم علیه السلام صلوات بفرست. جزء چهارم قرآن کریم که امروز ما نکاتی رو از اون خدمت شما عرضه می داریم ادامه سوره شریفه آل عمران و مقداری از سوره شریفه نساء هست. آیات مهمی که در این قسمت از قرآن در جزء چهارم قرار گرفته از اون جمله آیه 96 و 97 این سوره شریفه است. بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. خداوند اول درباره خود کعبه صحبت می کند که این خانه و این بیت اولین خانه ای بوده که روی زمین ساخته شده. خداوند این اولین خانه را با برکت قرار داده و همچنین باعث هدایت. بعد خداوند چنین مقرر فرمود که هر انسانی
که استطاعت داشته باشد از نظر مالی، جسمی، شرایط رفتن به سوی مکه از نظر ایمن بودن راه و وسائل و خلاص شرایط دیگری که همه اینا را اسمش رو گذاشتن استطاعت، اگر برای کسی این شرایط حاصل شد واجب است حداقل در عمرش یک مرتبه اون وقتی که این شرایط حاصل شد به مکه برود و اعمال حج رو انجام بده. و اگر کسی چنین نکرد، زیر بار این حکم نرفت، امروز و فردا کرد، کفران این نعمت بزرگ خدا را کرد که خدا قرار داده این کعبه رو و اعمال حج رو، کفران کرد و زیر بار نرفت بره به مکه و اعمال رو انجام بده و از فیوزاتش بهره مند شود، خداوند می‌فرماید یک کلمه، من که نیازی ندارم، خداوند از همه عالمیان بی نیازه. آیا فکر کردین خدا نعوذ بالله برای در و دکون خودش گفته بلند شید بیان مکه دور کعبه بتابید چیزی به خدا اضافه می شود؟ نه، خدا قبل از ساخت این کعبه خدا بوده است، بعدنم که زمین از بین خواهد رفت که خواه ناخواه کعبه هم از بین خواهد رفت، بازم این خدا خدا خواهد بود، احتیاجی به ما انسانها ندارد. برای ما سود اون که می فرماد مبارکن هر کس با معرفت به مکه رود و دور این کعبه بتابد و به حقیقت این کعبه که یک سنگ نشانیست که ره گم نشود، حاجی احرام دگر بند ببین یار کجاست، اگر به حقیقت این کعبه که وجود نازنین و مقدس امام زمان علیه السلام است کسی برسه، دو تا چیز را خدا می فرماد شامل حالش میشه: یک، برکت، عمرش برکت پیدا میکنه، مالش برکت پیدا میکند، برکت از زن و فرزندانش میبیند. شرایط ظاهریشو بعضیا میبینن مثل خودشونه، ولی چه جوریه میگه نمیدونم، من بعضن بیشتر از این آقا کار میکنم، اما برکت کار اون بیشتره. یکی از جاهایی که خداوند تبارک و تعالی قرار داده برای انسان ها برن و اگر رفتن تو تمام ابعاد وجودی اونها و ابعاد زندگی اونها برکت عنایت می کند، مکه مکرم است با شرایطش. نه اونی که خدا اهل بیت فرمودن در روایات که آخر الزمان اکثر کسانی که می رون، که امیدواریم ما جز به اون اکثر نباشیم، اگر ثروتمندن برای تفریح میرن، اگر متوسطن از نظر برنامه مالی میرن برای تجارت، و اگر در حد پایین هستند و با قرض قوله رفتن، نمیگم همه ولی خیلی این برنامه اتفاق میافتد طبق روایات، میرن برای اینکه بهشون بگن حاجی، یه اسمی براشون آمده باشد. نه، این برکتی باش نیست چنین حجی و چنین عمری. اگه حج واقعی عمره واقعی بود، هم برکت تو همه امور، هم هدایت تو همه امور خواهد بود برای این انسان. یعنی بعد از مکه یکی از نشانه های حاجی واقعی آن است که دیگه کمتر چه کنم میکنه. خدا تو همه ی امور را هدایتش میکنه، از ریز برنامه های مالیش گرفته و کسب و کار و حالا اداره و هر برنامه ای دارد، تا برنامه های خانوادگیش، تا هر برنامه ای خدا هدایتش میکنه. چنین قرار داده است، آثار خاصی برای کعبه قرار داده، یکیش هم همین، دوتاش همین مورده. حالا در روایت موارد دیگری آمده که شاید همش خلاصه تو همین دوتا کلمه خدا بشه: مبارکن و هدن. اگه کسی نرفت حج، نمیتونم، کارم رو چی کار کنم، بچه هم رو چی کار کنم،
می توانست و نرفت، خدا اشارتن می فرماد، تو روایات صریح می فرماد، خدا می فرماد اگه کفران کردی. اهل بیت تو روایات می فرماد صراحتن دم مردن به این آدم میگن مسلمون حق نداری از دنیا بری، اگرچه نمازاتو خوندی روز آدم گرفتی اما حج را میتونستی بری و نرفتی، مت یهودیان او نصرانی، یا بمیر میخوای خودت مخیری، یا به عنوان مسیحی یا به عنوان یهودی، مسلمون نمیتونی از دنیا بری. این یه قسمت از نکات بسیار مهم این سوره شریفه و این جزئی که حالا امروز از قرآن تلاوت کرده اید یا تلاوت خواهید کرد. مورد دوم، آیات 102 تا 104 سوره شریفه آل عمران است که خداوند درباره تقوا صحبت می‌فرماید. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. خیلی آیات این قسمت عجیبه. خداوند تبارک و تعالی می فرماید اولا حق تقوا رو ادا کنید. در روایت است، از پیامبر این روایت نقل شده، از وجود نازنین امام صادق علیه السلام هم نقل شده. حضرت می فرماید حق تقوای خدا این چنین ادا می شود که یطاع ولا فلا یعصا، فقط اطاعت بشه، هیچ گونه معصیتی نشه. اگه اینطور شدی حق تقوا رو ادا کردی. یذکر ولا ینسا، خدا هیچ وقت نباید از ذهن ما فراموش بشه. اگر چنین بود برای ما، خدا را در هیچ حالی فراموش نکردیم، حق تقوا رو ادا کردیم. و یشکر فلا یکفر، این که در هر حالی انسان شکر کند و کفران نعمت خدا رو ننماید. خدا بعد از این جمله‌ای که می‌فرماد حق تقوا را به جای بیاورید، می‌فرماد مواظب باشید از دنیا نروید مگر مسلمان بمیرید. روز اول شبیه به همین آیه که عرض کردم، حالا روز چهارم دوباره تکرار خواهد شد، امروزه که حضرت ابراهیم علیه السلام به اولادشون وصیت کردن همین جمله را که ولا تموتن الا و انتم مسلمون. و یادآوری میکنم که امیر المؤمنین سلام الله علیه درباره آخر الزمان وقتی صحبت کردن
و برنامه هایی رو فرمودن که چه فسادی در بین اجتماعات اتفاق خواهد افتاد، فسادای عجیب و غریب که بعضیش رو من به زبان نمی آورم اما الان اتفاق افتاده است و داره به اوج خودش می رسد. فرمودن وقتی به این زمان می رسی مواظب باش، بی وصیت شب نخواب، در هر حالی وضو داشته باشی بهتره، اگه نتونستی دیگه برای خوابیدن حتما با وضو بخواب. چرا که در این زمان انسان صبح از خونشون بیرون میاد زنده، عصر دفن شده. مولانا میفرمان عصر میمیره، میفرمان عصر دفن شده. چنین دور زمانه ایست که مردم به راحتی جانشون از دست میدن. پس مواظب باش. فلا تموتن الا و انتم مسلمون. مولا از همین آیه در اون روایت استفاده کردن که مواظب باشید مسلمون از دنیا بروید. چه کسی میتونه مسلمون واقعی از دنیا بره؟ کسی که تقوای الهی رو حقش رو ادا کنه. و بعد خدا میفرماد و اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. همدون باید چنگ بزنید به ریسمان محکم الهی، متفرق نشید. اگه میخواین مسلمان بمیرید چاره ای نیست مگر دست توسل زدن به دامن مولا الموحدین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلامه علیه. روایات متعددی درباره این آیه شریفه هست که حبل الله چیست و چیست. تعابیر مختلفی در روایات شده، همشم درسته، منافاتی ندارد، ولی به طور جمعی یعنی اون صدی که چون بیاید نودش پیش ماست، چون تو بعضی از روایات ایمان، تو بعضی از روایات قرآن، تو یه سری روایات پیامبر صاف دست گذاشتن رو امیر المومنین، این مورد مورد صدی است که اگر آمد نود قرآن و چیزای دیگه ایمان و غیره اونم پیش ماست. شخصی وارد مسجد پیامبر شد از مصر، با لباس اهل مصر بود. همه اصحاب تعجب کردن. خب به هر حال یک کسی از مصر بلند شد بیاد محضر مبارک پیغمبر، مسلمان شده بود و آمده بود، این آیه به گوشش خورده بود و اعتصموا بحبل الله جمیعا. اومد محضر مبارک پیغمبر، یا رسول الله این همه را بلند شده؟ اومده برای این یه سوال. لذا بعد از این سوال هم برگشت و رفت، فقط همین سوالو کرد. یعنی پیداست از روایت که شاید 10-20 دقیقه بیشتر تو مسجد پیغمبر این آدم نبوده. عرض کرد یا رسول الله، حبل اللهی که فرموده اید و خدا تو قرآن فرموده چیست؟ چیست؟ سرشون پیامبر پایین انداختن، بعد از لحظاتی بالا آوردن، اشاره کردن به وجود نازنین امیر المؤمنین علیه السلام، فرمودن ها و حبل الله. این آغاز که باید به دامن او چنگ بزنید. اومد خودش انداخت رو دامن امیر المؤمنین علیه السلام و بعدم خدا حافظی کرد و رفت از مسجد بیرون. جالبه حالا با اینکه هم ارتباط دارد هم ندارد با مطلب ما، یکی از اصحاب دنباله حالا این جریانی رفت بیرون، عرض کرد یا رسول الله چه کنیم که خدا ما رو بیامرزه؟ پیغمبر فرمودن از این مرد مصری که رفت بیرون برو از اون بپرس. رفت ازش پرسید که آره چه کنیم که خدا ما رو بیامرزه؟ گفت حرف من پیغمبر چی بود؟ مگه گوش ندادی؟ گفت چرا گوش دادم حرف شما پیغمبر رو؟ گفت خب چنگ زدن به دامنه این آقا، میخوای خدا بیامرزه؟ پیغمبر که جواب مرا دادن میخواستی گوش بدی درست.
چنگ زدن به دامن این آقا اگه میخوای آمرزیده بشی. این واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا، دو تا معنا من امرو براش میکنم. یکی این که همه تون مؤمنین، چون خدا اول آیه قبل خطابش به مؤمنین بود، اتقوا الله حق تقاته، همه تون همه تون بیان چنگ بزنید و متفرق نشید. معنای دیگرش برای تک تک ماست که آقای مسلمان مؤمن شیعه امیر المؤمنین که اسمت به عنوان شیعه است، کسی که چنگ بناس بزند با یه انگوش نمیگن چنگ زد، میگن با پنجت انگوش چی؟ میگن چنگ زد با یه دستا بزنی؟ وقتی با دو تا دست باشه اونم چنگ زدن مالا انسان مزتره، مالی کسیه که میبینه اگه رها شد تمومه. خدا میفرماید به حبل الله وجود امیر المؤمنین، توی مسلمان جمیعا با تمام وجودت باید چنگ بزنی. نمیتونی بگوی نمازم اونطور که علی فرموده است و پیامبر میخوانم، اما معامله تو بازارم را اونطور که دلم میخواهد میکنم. آخه نمیشه خلاف بازار کاری کرد؟ نه، این چنگ زدن نمیشه. اون چنگ زدنی موجب میشود که من آمرزیده بشم که تو تمام موارد زندگیم، همه امور زندگیم ببینم امیرالمومنین چه میگن. چنگ بزنم به دامن مولا، شما چی میگید؟ چگونه باید رفتارم باشه؟ تو هر کاری، تو هر برنامه ای، نه صرفا من شیعه امیرالمومنینم روز میلاد حضرت شاد باشم، روز شهادت حضرت لباس عذاب تن کنم. بله این باید باشد، اما این اعتصامی که خدا میخواد نیست. اعتصام یعنی چنگ زدن به تمام موارد، تمام امور، همه جانبه، این میشه اعتصام. پس این آیه شریفه در مورد امیر المؤمنین علیه السلام که حبل اللهن و وظیفه ما شیعانشون و هر کس که ایمان به رسول الله و خدا دارد، اگرچه یه عده اصلا این وظیفه را انجام نمیدن و ماها از نظر اعتقادی چرا، ولی از نظر عملی امیدواریم به طور کامل باشد نه ناقص. اگه کامل بود ما نجات پیدا میکنیم، اگه نیم بند با یه دست با یه دوتا انگوش خواستم بگیرم از طوفان نجات پیدا کنم، نمیشه، خیلی سخته، محال نیست، امکانش هست، ولی امکان رها شدنش هم هست، باید همه جانبه باشه. الله بعد خداوند در آیه 104 مطلبی را می‌فرماید در رابطه با اهل بیت علیهم السلام که ارتباط با جملات قبل هم دارد. ضمناً یه وظیفه‌ای برای ما تعیین می‌شود از اون جایی که اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام این بزرگواران الگوی حقیقی ما هستند. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. يَدْعِي یه امتی از شما باید چنین باشن که دعوت کننده مردم باشن به سوی خیر، امر به معروف کنن اونها را، نهی از منکر کنن. بی تفاوت نمیتونید نسبت به افراد باشید. اصل آیه درباره وجود نازنین اهل بیت علیهم السلام، اما تو مسیر اونها ما هم همین وظیفه رو داریم، دعوت مردم به سوی خیر،
که اصل خیر ولایت اهل بیت علیهم السلامه با جمله معروف در زیارت شریفه جامعه، ان ذکر الخیر کنتم اوله و اصله الى آخر جمله. وظیفه ماست دعوت مردم به سوی امیرالمومنین، با زبان تنها نه، بالاترش با عمله. امام صادق فرمودن طوری عمل کنید که همه بگن این اخلاق جعفر است، این علوی واقعی است، این شیعه واقعی است، این تربیت امیرالمومنین است. نه خدای ناکرده باعث خجالت امیرالمومنین ما بشیم در مقابل دیگران. و اما از نکات دیگر آیات سوره شریفه آل عمران که در جزء چهارم قرار گرفته و باید مثل امروزی تلاوت شود، آیه 133 تا 135. وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. خداوند درباره مغفرت صحبت می کند و اینکه بیان سرعت بگیرید، مسابقه بدید تو این زمینه، یه کاری بکنید که مغفرت خدا شامل حال شما شود، پیشی بگیرید نسبت به یک دیگر تو این کار با سرعت، نتیجهشم جنت و بهشت خواهد بود. برای تو بهشت رفتن باید مسابقه داد، که عرض شد یکی دو روز پیش از این عرض کردم مسابقات خدا فرقش با مسابقات ما آن است که تو مسابقات ما میخوایم ما ببریم دیگران ببازن، حالان که شرایط مسابقه خدا برند اون کسی است که هم خودش بره هم دست یکی گره بگیره و دنبال خودش ببره. من باید هم خودم طلب مغفرت کنم، هم اسباب آمرزش افراد دیگر رو به وجود بیاورم. خدا می فرماد شرایط آمرزش ما اینه، اگر چه بزرگترین گناهان رو انجام دادی، اما وقتی که وکر الله این آدم ها یادشون میاد که خدایی هستا، تا یادشون میاد فورا استغفار میکنن. خدا قربونش برم میدونه که ما جائز الخطا یا به عبارتی بعضی از آقایون واجب الخطاییم، شیطون گولمون میزنه. اون وقت دیگه هم که یاد خدا نیستیم گولمون میزنه. خدا میفرماد ما تا اینجاشو قبول داریم، اما تا یادت اومد خدایی هست، حساب و کتابی هست، نگو بعد حالا این کار انجام بدم بعد میگم استغفرالله، نه، همون وقت باید ترکش کنی. لم یسر رو، اصراری بر ادامه اون گناه نداشته باشی و استغفار کنی. با این دوتا شرط خداوند تبارک و تعالی ما رو میامرزد، اصرار نداشتن بر گناه
و فوراً طلب مغفرت کردن، استغفار کردن، که یکی از شرایط استغفار اینه که انسان جبران اون خرابی بکنه. مال کسی از بین بردم، فوراً برگردونم، حق دیگرانه بدم، نمازی نخوندم، فوراً قضای اون نماز رو به جا بیاورم، کفارهی بگردنم همچنین و غیره، و اصراری بر اون گناه نداشته باشم. اینم از مهمترین مواردی است که خداوند در این سوره شریفه بیان می‌فرماید. همچنین آیه 159 از نکات مهم این جزء چهارم می باشد. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. خداوند درباره یکی از صفات، یعنی چند تا صفت پیغمبر که موجب موفقیت پیغمبر در اداره امور شده. آقایون یه لحظه توجه بیشتر بفرماین. هر کس میخواد تو خانوادش مرد موفقی باشد تو اداره کردن، زن موفقی باشد تو اداره کردن، میخواد تو مجموعه یه کارا کاسبی که داره میکنه، اداره یا هر جایی که یه عده زیر نظرش هستن، اگه میخواد موفق بشه، خدا میفرماد پیغمبر موفق شدن با عمل به این دستوری که من دادم بهشون. البته خدا بیانش این است که من رحمت، از روی رحمت من پیداست خدا عنایت فرموده که پیغمبر چنین باشن. ولکم فی رسول الله اسوه حسنه. رمز موفقیت پیغمبر چه بود؟ با این همه برنامه ریزی که شد از طرف یهود و مشرکین و مسیحی ها برای نابودی پیغمبر و راه پیغمبر، اما نشد. رمزش چی بود؟ خیلی عجیبه این آیات. شاید بارها شنیده باشیم، من خودم هم شنیدم بارها، تفسیرش رو خوندم گفتم، اما یه لطافتی امروز ازش برداشت کردم که تا به حال نکرده بودم که حالا عرض میکنم. خدا میفرماد به واسطه یه رحمت ما بود یا رسول الله، و از روی رحمت ما که تو با مردم تونستی نرم خورد کنی، نرم برخورد کنی. پس یکی از شرایط مدیریت موفق نرم خورد کردنه. ولو کنت فظا غلیظ القلب، اگه بنا بود بد اخلاق باشی، قسی القلب باشی، به این راحتی کینت بیا تو دلت و بیرون نره، ناراحتی از دیگران، نمیتونستی پیش بری. با لنفذ من حولک، از دور تو پراکنده میشدن. شاگرده دیگه اون کاری که باید انجام بده نمیده تا ببینه دوستاش خیلی بد اخلاقه، زوری انجام میده تا اوستا بلا سرشه، ولی اوستا رفت اونور کار خودش انجام میده. باید نرم بود. خدا میفرماد یا رسول الله تو نرم بودی، اگر بد اخلاق بودی، اگر فظ غلیظ القلب بودی، که دقیقا این جمله رو خود اهل سنت درباره عمر ابن الخطاب نقل میکنن. حالا دیگه جوابش خودشون بدن، با ما ربطی ندارد، خودشون تو کتابشون آوردن که او فظ غلیظ القلب بوده. لنفذوا من حولک، مردم از دورت پراکنده می شدن. با این حال فاعف عنهم، ازشون بگذر. بدی بد می کنن، مدیریت واقعی حقیقی موفق باید از خطای زیر دستانش بگذره. و استغفر لهم، تازه طلب مغفرتم برای اینا بکن، تازه چونه بزن پیش من خدا که من اونا رو بیامرزم.
همینقدر چون ما گاهی اوقات از دست یکی نراحتیم، میگه آقا ببخشین، میگم خیلی خوب بخشیدم برو. خدا میفرماد هم ببخش هم تا بعد میگه ممکنه است برای ما فلان جا واسطه بشین، بگو باشه واسطه هم بشو، به این جام اکتفا نشه، نزن بیرونش کن، آدم حسابش کن و شاور هم فی الامر، تو کار آدم باش، مشورت هم حتی بکن، شاگرد توست، بگو به نظر تو این کار چی کار کنی، البته ظرفیت او هم باید در نظر گرفته شه. اگر چه یا رسول الله تصمیمشو تو باید بگیری، فاذا عزمت، وقتی عزم کردی تصمیم گرفتی کارت انجام بدی، خودت تصمیم بگیر انجام بده، اما اون آدم حسابش کن، باش حرف بزن، باش مشورت کن، اگر چه قبلش خطا کرده و تو باید بگذری، بعدم واسطه بشی برای من پیش او، بعد تازه باید یه تاج کرامتی هم رو سرش بگذری، آدم حسابش کنی، باش مشورت کنی، روش حساب باز کن. اگر چه تصمیم میده بعد خودت میگیری و توکل به من کن و کارت انجام بده، ولی تو با تمام مقام رسول اللهیت مردم رو کوچیک حساب نکن، خوردشون نکن، تو هر مقامی که اونا هستن، تو مقامت بالاترین مقام، اما تو خوردشون نکن، جایی حسابشون کن، شخصیتشون بده، در حد ظرفیت به زیر دستانت شخصیت بده با این کار. این کار یک مدیر موفقه. اینم نکته دیگر از این آیات شریفه‌ای که در این جزء از قرآن تلاوت می‌کنیم. مورد دیگر این مورده در آیه 161 از سوره شریفه آل عمران که تو جزء چهارم قرآن امرو تلاوت کرده ایم یا می کنیم. و ما کان لنبی ان یغل و من یغل یأتی بما غل یوم القیامه ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. خدا به مردم میفرماد خلق الله فکر کردن پناه بر خدا. پیامبر ما که فرمودن هیچ پیامبری به اندازه من اذیت نشد، یکی سر این موارد بود که خیلی پیامبر اذیت شدن. آقا چقدر پیغمبر لطف کردن به مردم، چقدر پاشون زحمت کشیدن و اونا چگونه جواب پیغمبر را دادن. بعد از مدت ها که حقیقت پیغمبر را اینا دیدن، کارا پیغمبر را دیدن، رحمت پیغمبر را دیدن، تو یه موردی خب خدا امتحان میکرد دیگه، تو موردی گفتن رسول الله به ما خیانت کرده، پناه بر خدا. خدا می فرماد نه رسول الله، ما کان لنبی ان یغل، هیچ پیغمبری خیانت نمی کند، نه خیانت مالی نسبت به دیگران، نه خیانت های دیگر، هیچ نوع خیانتی. این چه فکری شما ها می کنید؟ بعد خدا به ما بیان می کند، می دونید هر کس خیانت کرد، هر نوع خیانتی، میدونید هر کس خیانت کرد، روز قیامت خیانتش را سند براش قرار میدیم، برای تو جهنم بردنش سند قرار میدیم خیانتش را، یعنی خیانت یقینا سزاش جهنمه و هیچ چیز دیگری، با هیچ چیزی قابل جبران نیست، مگر اینکه بله صاف شخص بیاد که آقا من خیانت کردم، اشتباه کردم، حالا من هر جور باید چوبشو بخورم میخورم، طلب مغفرت است، استغفر الله، کاری هم باید انجام بدم، حاضرم تاوانه شده بدم. اما با حالت خیانت کسی از دنیا رفت، قطعا سزاش جهنمه. خدا می فرماد اگر شما دنبال روی پیغمبران ما هستید، اونا به هیچ عنوان خیانت نمی کنن. الله
و اما نکته دیگر در آیات 189 الا 194 از سوره شریفه آل عمران خداوند درباره اولل الباب صحبت می کند. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اون بزرگوارانی که رو قرآن یه مقدار میخوان کار کنن برن توجه کنن اولوالالباب با اولوالنها با اولوالابصار این موارد این چنینی که خدا میفرماد بعضی ها صاحبان بصیرتن بعضی ها صاحبان عقلن حالا عقل را با اسماء مختلفش که آورده چه فرقی دارن اینا با هم؟ از مهمترین موارد این آیاتیش که عرض کردم تو سوره آل عمران 189 تا 194 خداوند میفرماد اینا اولوالالبابن، من دیگه واردش نمیشم. اینا همین آیاتیست که شبها مولا امیر المؤمنین می آمدن زیر آسمان نگاه می کردن به آسمان و می خواندن حتی در شب 19 ماه رمضانی که ضربت به فرق نازنینشون وارد شد حضرت برنامشون خواندن این آیات بود و خواندند. توجه انشالله روش بفرمایید و اینکه این نشانه انسان‌های با صفت اولوالالبابی هست که خیلی درجهشون بالاست. نمیخوام من وارد این بحث حالا بشم، خیلی جای سخن دارد. و اما آخرین آیه از سوره آل عمران آیه 200، چون با 200 آیه داره سوره آل عمران، البته با بسم الله طبق عقیده شیعه 201 آیه، ولی تو چاپای قرآنی که فعلا هست و از اهل سنت حالا بیشتر اومده در شیعه، اینا بسم الله ها رو الا سوره هم بقیه شو جزوه تو سوره های دیگر جزوه سوره حساب نمی کنن، حالان که جزوه سوره هست یقیناً. به هر حال آیه 200 آخرین آیه سوره آل عمران. یا ایها الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. خداوند 4 تا دستور را می فرماد، اگر کسی به این 4 دستور عمل کرد این آدم رستگار خواهد شد.
یک اصبروا صبر کنید. امام باقر علیه السلام میفرمان الا اداء الفرائض، تو واجبات رو انجام دادن صبر میخواد، روزه صبر میخواد، تو واجب انجام دادن صبر کن. وسط کار نگو من که گرسنه‌ام شد دیگه نمیتونم تحمل کنم، واجبات دیگرم همینطور، معامله حرام پیش آمد ترکش کن، صبر میخواد. و صابرو در مقابل دشمنانتونم استقامت کنید، همون طور که عجیبینه خدا میفرماد همون طور که اونا استقامت میکنن تو باطلشون شما هم استقامت کنید. و رابطو امام باقر علیه السلام میفرمان رابطو امامکم المنتظر، دفاع کنید از امام زمانتون، از مرز امام زمانتون دفاع کنید. یعنی به مجردی دیدید بوی آن می آید که کسی ضد امام زمان شما کار کند، دفاع کنید از وجود نازنین امام زمانتون. و رابطو و بعد خداوند می فرماد واتقوا الله، تقوای خدا را هم باید داشته باشید، که تو تمام اون سه مورد قبل باید تقوای الهی رعایت شود. اگر چنین شد شما ها رستگار خواهید شد. قسمت دیگری از جزء چهارم وارد سوره شریفه نساء می شود که من فقط دو تا کلمه عرض می کنم که برید یه مقداری توجه کنید رو این آیات. در اوائل سوره شریفه نساء خداوند درباره مال یتیم صحبت می کند با حالت تهدید، و درباره وصیت و ارث و میراث، درباره این چند مورد خداوند صحبت میکنه. این که ما باید چگونه وصیت کنیم، چگونه از خودمون ارث باقی بگذاریم و شرایطش، ولیکن حالا اونا سر جای خود. رو مورد مال یتیم من یه اشاره‌ای بکنم، یه نگاه مختصری اگر شما بفرمایید رو اون جایی که خدا تو قرآن درباره حساب رسی صحبت فرموده است و اینکه من سخت حساب میکشم، خودم حساب میکشم، چون گاه جاها را خدا حساب رسیش را میذاره در تحت اختیار دیگران، ملائکه و غیره. تو جریان مال یتیم خدا خودش حساب رسی میکنه. خیلی کار سخته. حالا اگر خدا می فرماید من رو مال یتیم خودم حساب رسی می کنم، اگر بنا شد رو برنامه غیر مال یتیم، رو خود وجود بچه یتیم، کسی مال بچه یتیم رو برد، خدا سخت می فرماید، خودم تهدید می کنه خدا جاهای مختلف قرآن. حالا اگر بنا شد مال بچه یتیم نه، خود بچه یتیم اذیت کنه، اونم بچه یتیمی که نه از دور از چشم او پدر از دست رفته است خبر بش دادن، بچه یتیمی که جلوی چشمش باباش رو کشتن. وقت اگه کسی به این بچه یتیم اذیت کرد، خدا چگونه میخواد عقاب کنه این آدم را؟ یا ابا عبدالله. السلام علیک یا مولای المظلوم یا ابا عبدالله، روز چهارم این جلسه است، روز چهارم رمضان، توسل ما به ذیل عنایت حضرت امام سجاد است. از بزرگترین مصائب برای حضرت زین العابدین آن بود همین یه مرد هستن باید مواظب زنها و بچه های یتیم کربلا باشن.
حالا این تنها مرد دست و پا و گردنشون در غل و زنجیر باشد، ببینن خواهران و برادران یتیم و کوچکشون را دشمن با تازیانه و کعبنه مورد حمله قرار داده. یکی از این صحنه هایی که حضرت دیدن و نزدیک بود جان بدهن، چند تا مصیبت با هم شد، مال اون وقتی بود که اهل بیت و سوار بر شترها کردن، زین العابدین را روی شتر با زنجیر پاهاشون رو بستن، لذا دیگه نمیتونستن حضرت پیاده شون. وقتی آمدن اینا را گودال قتلگاه عبور بدن، این زن و بچه دوباره خودشون از بالای شترها پایین انداختن، اطراف بدن امام حسین رو گرفتن. زین العابدین دارن این صحنه رو نگاه میکنن، یه وقت ببینن دشمن از اطراف به اینها حمله کرد، اونقدر با تازیانه به این بدنها میزنند، بچه یتیم رو با تازیانه از بدن باباش جدا میکنند. یا ابا عبدالله، این یه مصیبت بود دل زین العابدین رو به درد آورد، دیگر این که حضرت به عمشون زینب فرمودن عمه جان ببین اینا بدن نحس از خودشون رو دفن کردن، کشتگانشون رو، ولی بدن حجت خدا برهنه و عریان روی خاک گرم کربلا. حسین.